آمدگان از عبور روزهای هفته منتظرانه صبح جمعه را به امیدی روشن نشستند. شب و روزای بی کسی نشستند که رفتن است در مسیر عشق، در مسیر انتظار و در مسیر فراق. جان که شود روز جمعه منتظران و ندخانان انتظار در صبح‌های آدینه امید رسیدن طلوع آفتاب ظهور را استغاثه می‌کنند. بر آستانه شهر خوبان همه در انتظار صبح پرفروغ نشستند. منتظر مانده زمین تا که زمانش برسد، صبح همراه سحرخیز جوانش برسد. آیا صبح نزدیک نیست؟ و این صبح امید است که با ندخانی های اهل انتظار طلوع می کند. صبح قریب. بلاهایی که خداوند بر قوم فرعون نازل کرد باعث نشد که متنبه بشن و به موسی ایمان بیارن. بالاخره مهلت قوم فرعون به سر رسید و خدا به موسی امر کرد که همراه قومش از مصر خارج بشن تا عذاب نهایی گریبانگیر فرعونیان بشه. قبل از اینکه روز موعود فرا برسه و موسی و بنی اسرائیل از مصر خارج بشن، از سوی خداوند وحی رسید که بدن حضرت یوسف علیه السلام رو هم باید با خودت از مصر ببری. حضرت موسی عرض کرد که خدای من نمیدونم یوسف کجا دفن شده که جنازش رو با خودم ببرم. خداوند متعال فرمود که یه پیرزنی هست فلان جا فلان جا، آدرسش اونجاست، برو از او بپرس، برو اون میدونه که آدرس قبر یوسف کجاست. البته خود خدا میتونست به حضرت موسی بگه جنازه کجاست، متعال حال خودتون خواهید دید یه حکمتی داشت که نگفت، برو اون پیرزن رو پیدا کن از او بپرس. حضرت موسی رفت این پیرزن رو پیدا کرد، گفتش که شما میدونی که یوسف کجا دفنه؟ اون پیرزن گفت یا نبی الله میدونم، ولی مفتی نمیگه، مجانی نیست، شرط داره. حضرت موسی گفتش که چه شرطی؟ پیرزنه گفت هرچی من بگم و علا شرطی، هرچی من بگم. خطاب رسید که یا موسی قبول کن، ما میخوایم بدیم، تو که نمیخوای بدی که، قبول کن. حضرت موسی گفتش که خب بگو چی؟ اون پیرزن گفته که به این شرط بهت میگم جنازه یوسف کجاست، که در بهشت هم درجه با تو باشم، بین من و شما هیچ فاصله ای نباشه، بین من و شما هیچ فاصله. حضرت موسی متوجه شد که خیلی با معرفت این پیرزن، چه همت بلندی داره. حالا که آدم بخواد پیغمبر خدا چیز بخواد، کم که نمیاد از او، خیلی چیز بخواد. همت بعضیا پایینه دیگه. بابا تو خواستن از اینا کم نخواد، تو خواستن از اینا هرچی بلندتر بخواید اونا دوست دارن. لذا حضرت موسی به اون پیرزن قول داد، اونم جای قبر رو نشون داد و حضرت موسی تابوت مقدس حضرت یوسف رو بیرون آورد و گذشت. آقا امیرالمؤمنین سلام الله علیه نقل میکنه یه وقتی یه بادیه نشینی اومد خدمت پیغمبر و یه چیزی از پیغمبر خواست. پیغمبر بهش فرمودن اعرابی، هر چی میخوای تقاضا کن. بادیه نشین گفت مرکبی از شما میخوام. پیغمبر فرمودن باشه، بازم بخواه. گفت توشه هم میخوام. پیغمبر فرمودن باشه. فرمودن چقدر تفاوته میونه حاجت این بادیه نشین و درخواست اون پیرزن بنی اسرائیلی. آدم موقع دعا کردن خوب بلند نظر باشه، کم نخواد. حالا که دستت رو برای دعا آوردی بالا، نگو خدایا همین یه مشکل منو حل کن، نه، از خدا کم نخواه.
نگاهت به کرم خدا باش. مگه تو دعای ماه رجب از خدا نمیخوایم جمیع کل خیر دنیا و جمیع خیر آخرت رو؟ بعدش هم تازه میگیم و زدنی اضافه کن خدا. اهل بیت علیهم السلام تو دعاها به ما یاد دادن که موقع درخواست از خدا بلند نظر باشه. مثلا تو دعای ماه مبارک معروف دیگه همه بلدیم، اللهم اشف کل مریض، اللهم اغن کل فقیر. نمیگه خدای فقط مریض من رو شفا بده، خدای همه مریضا رو درمان. دعا برای فرج امام زمان علیه السلام هم یعنی همین، یعنی خدایا من ازت میخوام مشکل همه عالم رو حل کنم. یعنی من اونقدر به لطف و کرم خدا باور دارم که به حاجتهای کوچیک راضی نمیشم. قدیمی ها یه اصطلاحی داشتن میگفتن گدای دوزاری. حتما دیدید برای شما اتفاق افتاده باشه، بعضی گداها همین که یه چیزی بهشون میدی راهشون رو میکشند و میرن، یه دوزاری هم کف دستش بذاری میره. اما بعضی گداها سمجن، اونقدر زبان میریزن اصرار میکنن که یه پول خوبی دریافت کنن. خلاصه در خونه کریم نباید گدای دوزاری بود. نگاه به عظمت خدا بکنیم، ببینیم آیا کمتر از ظهور امام زمان چیزی میشه خواست؟